ساخت بزرگترین سرک از ساحه دارلمان الی شهرک فیصل. مدت از این پروژه 14 ماه کاری می باشد که البته تقریبا 4 ماه وقت پروژه داد و آدم های دیگه انشاءالله کاری از این است تا خود ما بسیار خوش هستیم الحمدلله به این سرک ما خوشه بسیار کار کامیابی هست قسمی که شما می بینید قالب بندی هستن قالب بندی شده تا آخر سرک تا منطقه دوغاباد لجب تاریخ اقل دیدیم مرد تاریخ دیر خوشحالیه جور سه وطن جور کردی، جور سپایی جور سواله، جور وطن پر جور دو دی. حتی امکان نداشت که عبور کنه یک باسکلو یا موتسکلو والا. با موتره خود بازم به هر صورت پیادره خود بیخی نمیشد. کارش راضی استیم، از نانش راضی استیم، از روزمز راضی استیم، شکر الحمدلله. یعنی ما سریز افتخار میکنیم و ما خوشحال میشیم در هر نقطه افغانستان باشه. شهر کابل یک شهر پرجم و جوش است، نفوس زیاد است، دیگه برای سرکای معیاری اشد ضرورت است. صبح کی 6 بجه در کار میبرایم. بله. در دیگری که از آن که داد خلاص است، ختم کار. باز اضافه کاری کنیم طرف شوام است. سلام هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین، روزگار زندگیتان به خیر و به خوشی بگذره. هموطنان عزیز، بازم با یک برنامه دیگر من و جمع از همکارانم در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. هموطنان عزیز، بازم با یک برنامه دیگری که آبادی کشور صورت گرفته و سرک های زیاد از کابل ساخته شده و ما هم آمدیم یکی از بزرگترین پروژه های کابل، این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های کابل به شمار میره و ما هم آمدیم که به شما عزیزان از این ساحه گزارش تهیه کنیم. هموطنان عزیز، قسمی که شما در بک‌گراند ما میبینید، حتما او ساختمانی که در پشت سر ما میبینید، حتما شما میفهمید که کدام جای است. وطندار عزیز، این ساحه مربوط ساحه دارلمان میشه، از دارلمان گرفته تا ساحه دوغاباد این سرک ساخته میشه و در این منطقه مردم با بسیاری از مشکلات ها مواجه بودند، از جمله گرد و غبار، رابندی، حوادث و هوا غیره از مشکلات های بود که مردم در این ساحه مواجه بودند. وطنداره عزیز، در این قسمتی که شما میبینید این بغل ما یک ساحه است که شرکت های تولیدی هستند در این ساحه و همچنان پشت سر ما دارلمان هست و روبروی ما که است به نام دوغاباد یاد میشه، این سرکی که روبروی است برام دوغاباد یاد میشه و همچنان این بغل پارلمان سابق بود که فعلا وجود نداره پارلمان، اما در سابق این جای به نام پارلمان بود. و هموطنان عزیز، ما آمدیم که از این ساحه به شما گزارش تهیه کنیم و ببینیم که این سرک با چه سهولت های برخوردار است و همچنان با انجینر صاحبای و کارمندا و همچنان هموطنان عزیز با موتروان های از این ساحه با صحبت های خواهد داشت. وطندار عزیز، امیدوار هستم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید و جزئیات کامل را از این برنامه مستفید شوید و معلوماتی که شما در مورد این سرک میخواهید همه معلومات را ما به شما تقدیم میکنیم. پس چی خوب است میریم با هموطنان و انجینر صاحب صحبت های میداشته باشیم و در مورد سهولت های این سرک با انجینر صاحب که در این ساحه کار میکنند
بر ما معلومات بدن و ما میریم با آنها صحبت ها می داشته باشیم، شما ما را همراهی کنید و ما را تنها نگذارید. هموطنان عزیز، بازم خوش آمدین. ما در ساحه قرار دارم که ما به نمی سرک بجور میشه در اینجا استاسم و شما قسمی که بینید سرک تیریزی شده، البته جور بخاطر سر رفت آمد فعلا ماندن که موتورها رفت آمد کنن و این سرک شما قسمی بینید قالب بندی شده ای جای و دو طرف کانال وجود داره، هر دو طرف سرک همچنان در اینجا یک کانال وجود داره و یک کانال دیگر او طرف وجود داره، هر دو طرف از این سرک کانال های جور میکنن، کانال جور میشه و همچنان میریم پیش میریم که در اینجا قسمی که شما میبینید قالب بندی هستن، قالب بندی شده تا آخر سرک تا منطقه دوغابات دیگه، ما میریم پیش میریم که در اونجا کارمندای قالب بندی هستن، کسایی که قالب بندی میرن میکنن، ما هم ازشان معلومات میداشته باشیم چون ما در این ساخت ساز آنقدر معلومات ندارم، میریم از پیش از اونا معلومات بگیریم با ما باشیم. هموطنان عزیز، رسیدیم به کارمندا، پیش کارمندا. سلام علیکم. بله سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ بخیر جان جورس. بخیر باشی برادر. اول مانده نباشی. بخیر باشی لالو. زنده باشی، تشکر. بسیار زیاد تشکر از اینکه در این هفته و سوزان کار میکنین. اول از شما خواست تشکری میکنم از کل کارمندا. بخیر باشی برادر. میشه خود معرفی کنی اول؟ نور محمد هستم از ولایت جوزجان، ولسوالی مردیان. بسیار عالی. میشه برای ما بگه تخلصتان چیز گفتین؟ نور محمد. تخلص؟ نور محمد نور. بسیار عالی. نور صاحب ایره برای ما بگه که از چند بجه شما کار میکنی و ختم کار کن تا چند بجه؟ صبح که 6 بجه در کار میبراییم. بله در دیگری که از آن که داد خلاص است ختم کار، باز اضافه کاری کنیم طرف شوام است. چطور اضافه کاری که میکنین چیزی برتان داده بشانه؟ سیرپ. سیرپ ها نه دیگه، باز خسته میشین همون قبس هست و دیگه خستم شوی کار از دیگه تا که خلاص نشه نمیمانه. آه ایگه بخواستم. خب اینه بر ما بگن که من معلومات ندارم این قالب بندی چطور است که میشه دوباره این کارتان که میکنم این معلومات بتیم؟ معلومات قالب بندی خیلی سخت است برادر محترم. چی هست قالب هستم؟ آینی است. آینی خواست یعنی در اینجا چی جور میشه و بخاطر چی جور میکنی را؟ ایرا جوی جور میکنم جوی اینمی چطل امورداری همی چیز هست همی اشغالی و همی چیزا میبانه نه مثلا بخاطر ای که او که سرک مثلا میباشه بخاطر همون میباشه او از او است مرداری او است خب بخاطر همون جور میشه؟ بله ای هر دو طرف سرک جور میشه یا تانا هم یک دونه؟ دو طرف اسون سرک هم است. خب 1000 متری اسون است، 1000 متر اسون است از ما کار ما. خب چند نفر کار میکنه شما دیگه باش؟ اول که 30 نفر بودم، حالا که 10 نفر 15 نفر مونده. چرا کم شده؟ خب هر کس خوش خسته کننده است کار. خب از خاطر خسته شدن بازلا میدن. بله بله. چطور از این کار تون راضی هستی نیستین؟ چرا نیستیم؟ کار پیدا شد و دیگه هم راضی هستیم. کار نیست. هر چقدر میگی که ساخت ساز جا خوبه دیگه. آبی خیلی برادر محترم. آ بسیار. کار وار نیست نی، بیکاری از زیادتر مردم بیچاره زیاد است. هموطنای ما بیکار زیاد است. هر روز میای مردم کارگر به کار است لیکن کار کناف ما نمیشه. آ خو یک چیز یاد نداشته باشی دیگه بیخی بگیرن با تو چیکار کنین؟ هیچ. آ متاسف. نو گاد دنجس. خب بسیار عالی. بر ما بگن که در این ساحه که شما این سرک که جور میکنن همی سابق به نظرتان آیا معلومات دارین که چه مشکلات های داشتن؟ معلومات اینجا زیاد داشتم ما. معلومات اول چی بودی؟ اینجا زیادتر مرداری زیاد بود. چتلی بود. او دن میشت باران که بیایا. جای رفتن نبود او. حالا سرک که جور شد کل او در جوی میایا. هر دو طرف هم سرک میشه. وسطش برق بسیار جای مقبول هم هست دارلمان میگنه یا ما یک بار آمده بودیم بسیار هم خرزمستان گرد و خاک سرک بسیار خورترک بود اونسونش بیخی مرداری زیاد بود حالا که انشالله کلان کشه و خیلی خوب مقبول اون ساهایی که خانه تخریب شده بود و جور شده نشده؟ نشده نزا نشده؟ نه اون طرف ها کل چیز مانده دیگر نه نمیتونه هست تک جوی جور نشه و تک سرک جور نشه و جور کده نمیتونه مردم.
بسیار عالی. تشکر از اینکه بر ما وقت دادین و بازم یک بار دیگه تشکر میکنم از اینکه کار میکنین، زحمت میکشین و وطن ما را آباد میکنین. شما هستین که کار میکنین. همت را قمی کار کنم من میگه شاید مونده شوم. نه کدام گپ نیست. امی گپ نه شما انمی زحمت میکشین دوستان است که با می دوستای نازنین تون وطن ما را آباد میکنین. تشکر بسیار زیاد. در آخر کدام پیام داشته باشین. بخیر باشین. سلامت باشین برادر. زنده باشین. سلام. وقتتون خوش. سلامت باشین. وطن عزیز بازم خوش آمدین. در کنار ما انجینر صاحب است. میخوایم که در مورد پروژه معلومات کامل را به شما ارائه کنیم. سلام علیکم انجینر صاحب. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد آغاز، یکم از جمله انجینرهای در بخش سروید پروژه هستم. بسیار عالی. انجینر صاحب بر ما بگوین که در مورد این سهولت های که یه سرک جور میشه با چی سهولت های برخوردار است؟ این سرک است قبادم تو ساحه سرک دارد بسید گلدان است که یکی در قسمت وسط سرک است و که عرض 2 متر است و برانو از او به دو طرف جویچه دارد که بخاطر آب است و همچنان بایسکل رو دارد پیاده رو است و یک تا گلدان در وسط بایسکل رو و پیاده رو هم است. و بسیار عالی. میشه بر ما بگوین طول و عرض از این چقدر است؟ در قسمت عرض پایپای مختلف است که به حد اوسط 33 متر عرض سرک می باشد و 3 کیلومتر و 176 متر که از قسمت دارلمان شروع تا به شهرک فیصله مربوط امین شرکت می شد که پروژه شارولی است و شرکتی کار می کند به نام شرکت ساختمانی الاسکا می باشد. بسیار عالی. انجینر صاحب تشکر بسیار زیاد و بر ما بگن که این پروژه از چی وقت شروع شده و ختم کارش چقدر است؟ مدت از این پروژه 14 ماه کاری می باشد که البته تقریبا 4 ماه وقت سپری شده و آدم های دیگه انشاءالله کاری زیاد است که تا ختم شود. چی فکر میکنی انجینر صاحب؟ آیا سرک هایی که در دیگه جای دیگه در دوره جمهوریت و سابقه ساخته شده بود ما قسمی که میفهمیم که سرک ها زیادترش خراب شده، تخریب شده و شما که به حیث انجینر سرک هستین آیا چقدر تضمین میکنین این سرک جور میشه و با هموطن ما چقدر تضمین میتونین که این سرک یعنی چقدر زمان میبره و کیفیت از این سرک چقدر است؟ یعنی همین کار کیفیت هم برمان بگید؟ کیفیت سرک طوری است که چیزی که نرم بین‌المللی است به اساس دمو تمام مواد های سرک استفاده میشد عملا در لابراتوار تست میشد و بعدا بهترین کیفیتی که است از نظر نرمی که برای ما داده از اون استفاده میشد. بسیار عالی. بسیار مواد بهتر کیفیت بالاتر استفاده میشد تا مدت وقت زیادتر شود تخریب نشود. تشکر. بسیار یکی از مهمترین چیزها یعنی میسته که باید کیفیت خوب استفاده شود چون وطن ما باید به خوبترین چیز استفاده کنه از رفت آمد سر سرک. بالکل. و انجینر صاحب در آخر کلام پیام داشته باشه به هموطنان ما که چون سرک شما میسازین ولی اونا چی گفتنی داره که به شما و یک چیز است یک سوال دیگه پیش بمون همکاری هموطنان ما همراه شما چطور است؟ والا خوب است تا حد امکان مردم همراه شرکت و همراه مردم همکار هستند و از مردم هم که زیادتر هر چه زیادتر مردم همراه ما همکار باشد ما میتونیم بهتر و به وقت تعیین و مجدد بتونیم پروژه رو کنیم تکمیل کنیم. بسیار عالی. تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب. امیدوارم که هموطنان ما همیشه همراه شما همکاری کنند تا کارتون به خوبی پیشرفت کنه و در آخر کلام پیام داشته باشین انجینر صاحب در خدمت هستم. زنده باشین. تشکر از اینکه وقت دادین بر ما. زنده باشین. هموطنان عزیز من معلومات از این سرک که جور میشه با شما ارائه دادن ما معلومات کافی نداشتم بردان گفتم که انجینر صاحب پیدا میکنیم و همراه شما هم صحبت میشیم و معلومات بر شما دادن و میریم با یکی از کارمندان اینا هم صحبت میشیم با ما باشه. وطن عزیز یکی از کارمندان در کنار ما هستیم میگه که تزی گفت زن و یه میگه که تزی خیر یکشان انتخاب شده نه بین از اینا. سلام علیکم. علیکم السلام. در استانه بودن خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ بخیر سلامت باشین. جان تان جور است؟ زنده باشین. طرف کامرا میشه که روی تانه یکم بگیرین. میش اسم تان چی است؟ عبدالغفار اسم مشهر کابل. بسیار عالی. عبدالغفار جان ما یک از شما تشکری میکنم بسیار زیاد از خاطر ازی که کار میکنه زحمت میکشین تا وطن ما را آباد میکنین دیگه. بسیار زیاد تشکر از شما. خدمت به وطن میکنیم مجبور است حق داره سر ما وطن ما و شما سر ما حق دارین که کار میکنین دیگه ما دیگه عزیز استفاده میکنیم ما شما تشکری میکنیم. زنده باشین. تشکری میکنیم از تلویزیون تان از بیننده عزیزتان. تشکر. زنده باشین.
میشه بر ما با این کاربارتان چطور پیش میره؟ باز خدا شکر میده دیگر در سایه خواه آمدین بخدا شما؟ بله آه در سایه خواه آمدین دیگر طبق معمول هم ساعت 8 تا 5 پنج و نیم بجه دیگر هم کار خدا پیش میبرید بسر فلان در بخش لیول کاریستم بخش جوی که لیول میشه بخاطر کنکریتش بسیار عالی. روزمزد معاشتان یا روزمزد است یا که ماهانه میگیرید؟ به حساب روزمزد کار میکنیم. بسیار عالی تشکر. میگن از یک مطلب میگن از زنا را سن سالش پرسان نکن، مردا را معاش پرسان نکن. ما اون سوال نمیکنم از شما. درست است. از ما هم روزمزد چیزی که بیاد در شرکت تا بدل خودتان که میگین یا نمیگین. او هم شرکت که چیزی تعیین کرده بر ما خبر بگیم 3 سال فهمیدیم اون چاش داریم. شکر الحمدلله نان شکر میکنم چطور است کار میکنی نان تان چطور است نان خوبه شکر خوب چیزی که به شخصی نظر خودم چیزی که مهمه نان خوب بخوری با صحیح کار میکنی نان فوق العاده میدیم خوب و امیگه خوش امیگه شما تایید میکنه دیگه از کارش راضی استیم از نانش راضی استیم از روزمز راضی استیم شکر الحمدلله و خودتان از کدام منطقه هستین ما خودم از میسای دارلمان هستیم از نوه 6 بسیار عالی چقدر خوش هستین نزی ساحت جور بشه بسیار جا خوش هستیم که این منطقه ما سایه ما جور میشه آبادی میشه و منطقه ما سرسبز میشه یکی از هموطنهای ما جدا خواهش میکنیم که این بخش سرکسازی وادی که آباد شد بخیر جور شد امی هوا احتیاط کنیم که امی سرک اعلانه تیم بهترین کپ از دیوان یکی هوا یکی نمی جوی از کسافات نگاه کنه نگهداری نمی مسئولیت در گردن خود ما است مردم محل که همکاری کند امی حساب هیچ مشکل نیست بسیار یک گپ خوب زدی وقتی کثافات داخل دی جوی چنه به او بند نمیشه باز بند نمیشه باز وقتی که باز باشه باز اوش دراش میگرفته میره خلاص بین سرک می یا کدام بندش پیدا میکنه از سر جوی بالا میشه سرک میاد دیگه میشه بود نقص میکنه باز بسیار عالی تشکر بسیار زیاد از اینکه بر ما وقت دادین شما دیگه بازم از شما تشکری میکنیم از اینکه کار میکنین زحمت میکنین وطن ما را آباد میکنین دیگه تشکر بسیار زیاد تا آخر کلام پیام داشته باشی پیام مینمیس از متنای محترم ما که بهتر دین وطن خوب باشن خیر خوشگیاتر خدا رو زیر سوانه است بشک ما اینه که هستیم ما خودمون بیدر از این ریزه تا بین میال که هستیم هستیم قناعت مهم است قناعت مهم است در پر بود از امو سعدر که امریکا که بر ما بیتن در وطن خود هستیم شکر الحمدلله آرام میخوریم نه جنگ است نه جدل است کشتن خود گزه نیست او دوران بود رب خلاص شد حال شکر الحمدلله امارت اسلامی آمدن از این خوش هستیم از دولتش خوش هستیم یک جان تشکر از امی خود طالبان زنده باشین تشکر بسیار زیاد که وقت دادین وقت خوش هموطنان عزیز بازم خوش آمدیم در کنار ما یکی از شهروندهای عزیز ساحه هستن میخواییم با اینا هم صحبت شویم بخاطر از اینکه خودشان در اینجا بودباش دارن و بفهمیم که چقدر سهولت و خوشبین هستن عزیز سرک سلام علیکم سلام خدمت شما خدمت تمام دنیا خوب هستین سرطان خوب هستین شکر بخیر باشین شما چطور زندگی روزگارتان بخیر و خوشی مگذرن از خداوند راضی هستم شکر الحمدلله بخیر باشین زنده باشین اسم تان چی هست؟ اسم ما قهرمان است خلاص مخیل میکنم ماشاءالله چی یک نام قهرمان اینجا نام خطرناک است بله خودت انتخاب کردی نام؟ نه خیر وقتی که انتخاب الان خطرنگی پدرتان انتخاب کردن یا خودت مالی سر بله بله فامیل مالی آه بسیاره بسیار نام مقبول است دیگه خدا نیک مبارک کنه برتان بخیر باشه همیشه در مورد این سرک بر ما بگین چقدر خوشحال هستین از این سرک جور شده به ترقی خوب باید از هر انسان خوش باشه که سایهشان پیشرفت میکنه و دیگه ای که از لحاظ ترانسپورت اگر ما بگویم ترانسپورت در ایست شریان یک مملکت داره که مناطق با هم وصل میکنه و دیگه شهر کابل یک شهر پر جمع جوش هست نفوس زیاد است دیگه برای سرکای میاری اشد ضرورت است و ما خوشحال هستیم از شهروالی کابل که ای برنامه را دست گرفته که سرک بسازه و همچون ساحه داره انگشاف بده چون سایه کابل یک سایه خرد است و جمعیتش پر جمعیت باید از برنامه های انگشافی برش در نظر گرفته بشه و تا همین مشکلاتی که مثلا ترافیک است یا ازدحام است یا باید است از در کابل کمتر شود
مجله غذا گرفته شد و ما خرسند هستیم که همچون برنامه ها روی درس گرفته و دیگه کابل و افغانستان رو به انکشاف هست. بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر. و ایره برما بگویم که سابق که سرک جور نشده، با چی مشکلات های مردمی ساحه بر مواجه بودن؟ مشکلات عمده از این است که در قسمت دالمان وقتی که بارش میشد آب زیاد دن میشد و حتی امکان نداشت که عبور کنه یک باشکلو یا موتسکل والا و موترها خود بازم به هر صورت پیاده رو خود بیخی نمیشد. او مشکلات دیگه همی سیستم آب ازی بود و دیگه نسبتا همی نفوس که زیاد شد همی بر یا عرض محصر سرک دی تقاضا را پورا نمیکرد که همو ترافیک حجم ترافیک قبول کنم و به یک اصطلاح ترافیک جم ایجاد میشد و همو بیروبار ایجاد بود. به این خاطر یک مشکل دیگه هم دیگه بود نصف سرک در قسمت دالمان پارلمان رفته بود که عرض سرک کم شده، کمتر شده بود. این باعث راهبندی بیشتر شده بود. اوی اینجا قسمه که ما میبینیم در لب سرک پارلمان است. بله. آیا این سرک داخل پارلمان رفته؟ نخیر نخیر از پارلمان بچه یعنی که هم قسمت از پارلمان هست سرک جور میشه؟ نخیر نخیر عرض سرک داخل پارلمان نشده و هیچ سایی را چیز نکده، تخلیم نکده و به عرض خودش هست. و ما قسم اینه یک جوی جایی که جور میشه نه اینجا؟ بله. یعنی این روبروی پارلمان هست، این با چطور جور میشه؟ چه قسمی میکشه نیره؟ این قسمت گلایی هست، گلایی داره و دیوالایی هست که باید توش شد و جوی به حالت خودش بیاییم. بسیار زیاد تشکر، تشکر از اینکه بر ما وقت دادیم و همراه ما هم صحبت شدین و نظرتان با ما شریک ساختین. در آخر پیام داشته باشین کامران در خدمتتان هست. تشکر از رسانه ها و همه شما هستین که صدا را به مردم میرسونین، به جهانیان میرسونین. پیام برای ای است که تعلیم کنین، درس بخونین و وطن خود آباد بسازین و از فرصت ها استفاده کنین، وقت خود را ضایع نکنین و دیگه کوشش کنین که مهارت ها و اسکیل که دارین او را بالا یا ترقی بدین، پیشرفت کنین و دیگه دسترسی به تکنولوژی باید داشته باشین، از تکنولوژی استفاده مثبت و عظمی داشته باشین. بسیار یک پیام عالی گفتی، بسیار یک گپ بسیار خوب زدی، واقعا گپاشون نیک بود. دیگه تشکر بسیار زیاد از اینکه وقت دادین بر ما. از شما تشکر، سپاس برتان هستم، وقتتان خوش. وطندارای عزیز، ما قسمی که به شما گفتم میخوایم با یکی از موتروانا هم صحبت شویم و یکی از موتروانایی که در اینجا میخوایم در سر سرک استاد هستم، چون کل یک بیرو بار دارن یک استاد شده اینجا و سا یک دقیقه میشه استاد شوی. سلام علیکم سر. بخیر و سلامت باشیم. صحت خوب است؟ بخیر جان و جور است؟ بخیر و سلامت. روزگار زندگی بخیر میگذره؟ الحمدلله. در نام چی است استاد جان؟ اسم عبدالله، یک تن از باشنده کابل می باشم. بسیار عالی. استاد امی ساحر موتروانی میکنی؟ بله آنه میشه است. چطور از استاد از این سرکی که سابق بود با چه مشکلات های مواجه بودین شما؟ یعنی در سابق واقعا که سرک ما ازدهامش بسیار زیاد بود و مشکلات مردم بسیار زیاد بود و امروز خوشبختانه که در سرک اقدام کردن، سرک می خواهند کلان بسازن و مشکلات مردم را در نظر گرفتن، به خاطر اینکه همون مشکلاتی که مردم داشت و مشکلات مردم رفع شوند. و خواهش ما از یعنی امارت اسلامی افغانستان همی است که وقتی که سرکا را یعنی تخریب میکنن، کوشش بکنن که اعمارش هم زود بکنن، به خاطر از اینکه مردم مشکلات بسیار زیاد داره و سرک یک چیز عام المنفعه است، همه گزی استفاده میکنه و بسیار کار خوب است. ما از امارت اسلامی یعنی بسیار خوشحال هستیم، واقعا کارهای انکشافی را بسیار در هر نقطه شهر شروع کردن، ما بسیار خوش هستیم الحمدلله. به سرک ما خوشه بسیار کار کامیابی است. نام خدا بیننده های عزیز، نام خدا کل سوال های من دمو یک جواب داده یک کلش ها بگه. ما میخواستیم از این پرسان کنیم که مشکلات شما گفتین که رابندی بود و ازدحام بود، سرک بسیار خرد بود، ما یک دو بار آمدیم از این راه. بله. و چطور بود گرد و غبال و ای انجینر ها اینجا گفتن گفتن آب اینجا دم میشد، از این چطور گفت در زمستان با چی مشکلات؟ خویتر یک مشکلات بود که این سرک ها یعنی میاری جور نشده بود. در زمانی که وقتی که جور شده بود یعنی همین سیستم سوراخ های آب زیر جور نکرده بودن که آب سرک برای
وقتی که برف بارش میشد تبن دیگه در سرک آب جمع میشد، مردم با مشکلات مواجه میشد. خوسنده ای سایه چارایی خو یعنی تقریبا 50 سانتی 60 سانتی در سرک آب جمع میشد، مردم سر با یک مشکلات مواجه بود. و ایره بر ما بگن که چقدر خوش هستین از این سرک، چون به حیث یک بنمایندگی از تمام راننده دیگه، از دل راننده تو خبر داری ما نداریم. خدا شاید است اگر در حقیقت برات بگویم که یک دانه خشتم اگر در افغانستان به خاطر آبادی افغانستان مانده شوه، یعنی ما سریز افتخار میکنیم و ما خوشحال میشیم در هر نقطه افغانستان باشه، خصوصا در پایتخت باشه یا در اطراف باشه یا در ولایت‌های دیگر باشه، بازسازی شوه ما خوشحال هستیم دیگه. این یک افتخار است برای ما که امروز سرک ما کلان میشه و ما از مشکلات خلاص میشیم، بزرگترین افتخار ماست و ما بسیار خوشحال هستیم. این ساحه یکی از مهمترین جای بود. بله سرک دارلمان یقینا بسیار تاریخی است و اینجا قصر دارلمان داریم که یکی از یعنی از نقاط تاریخی و در پالیش هم موزیم داریم که اینجا آثار تاریخی ما شما داریم و جای بسیار مهم بود و امروز خوشبختانه که امروز کار شروع شده، الحمدلله ان شاء الله تکمیل میشه توکل به خدا. تشکر استاد جان، بسیار زیاد تشکر از اینکه از کارم مون دیگه بر چند دقیقه بر ما امروز هم صحبت شدی و ما از شما تشکر میکنیم که دیگه وقت دادین بر ما. بسیار زیاد تشکر و داخل پیام داشته باشی دیگه در خدمت هستیم. پیام ای است بر تمام وطنان عزیز که با نظام خود همکاری بکنن که ما 42 سال 43 سال بسیار مشکلات در افغانستان سپری کردیم و امروز الحمدلله یک نظام اسلامی در تمام افغانستان حاکم است و از تمام برادرهای خود از تمام وطنان خود میخواهیم که یعنی با امارت اسلامی همکار باشند تا ما بتونیم در یک فضای صلح و برادری و اخوت زندگی بکنیم. این آرزوی ماست و این خواهش ماست تمام مردم افغانستان است. تشکر بسیار، یک نظر نیک بخیر سلامت باشی، شما رو بخیر نیک تشکر بسیار زیاد در کار و بار برکت و سلامت باشی. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادی بر ما. وقتتون خوش، بخیر برین دیگه، خداحافظتون، وقتتون خوش. سلام علیکم کاکا، خوب هستی؟ صحتت خوب؟ بخیر؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ ایماندار هستی؟ ایماندار هستی؟ مننه، دیر زیاده مننه. خیر هستی ماما، تقبل خیلی؟ زی شکر دی، الحمد خدا مونده چیه ده ماما؟ مونده خیر الله دی. خیر الله، کاکا خیر الله هستی کار که؟ زی پتا کنخشی اخته من ده بچان ده پره گوله دوری پیدا کم. دیر علی، دیر علی. ام در ریکشه هم ده غزه که چلایی؟ بله و کلنگ مسلم سر اسیه که چلوم یم ده کندر ده ولایت. سونه وقت کی چی ده غزه که؟ تقریبا یو واته کاله که ام ده غزه که مبرد ریکشه چلایی؟ بله و دیر علی کاکا در اتاوه چی ده سرک چی جور چی سونه خوشحاله ای؟ ده سرک چی جور چی دیر خوشحاله ای شکر دی الحمدلله چی ده تاریک غزه دی مرد تاریک دیر خوشحاله ای دیر سه وطن جور کردی، دیر سه پایی جور است ولی دیر وطن پر جور دو دی خدای میاره بانه دی کارونه پا پیدا سی دا کپیران چوز پر پر رسمیت و پیشنگی دا کپیران جا اللہ تباو برباد که دا مرکایان جا خدای تباو برباد که را انشاءالله خدای پاک میاره بانه مانگا مسلمانان یو ماشاءالله دی دیر سو مانگا خدای پاک لرو دیر دی حکمت خوشحاله اما دیر دنی خوشحاله دیر زیاده من نا مایوبی ما کاکا دا که سرقم غیر څنګه بس دا غسی حساب چې بالا خو انقلاب را لې پاس کړی کې ونه ولم بیا داس کړی تر شه د لمینه باندې پټم ها الله پاک به در باندې او رحم وکړي بس الله پاک دې خپل هغه قدرت نه دا باندې رحم وکړي ډیر زیات مننه کاکا ډیر زیات مننه دا چې کار کوي ته زحمت واسي مونږ لپاره افتخار ته بچان لپاره ګولر وړي پیدا کو خیر اوسه مونږ لپاره افتخار ته یو خپل بچان دی او قهرمان کګا الله دې غم مړه الله دې ژوند دی لره ته هغه سوکې چې ایسو کګه تا غو نه سره نور نه پیدا کیږي ته مونږ تا باندې افتخار کو بچان تا باندې افتخار کوي چې تا غو نه پلان لري زحمت باسي او کار کوي او هغه دې لپاره ډوډۍ وړي ته ډیر زیات مننه کګا کیسه پیغام ولري بس خیر اوسه خیر ډیر زیات خوشاله شو چې تاسو سره مې خبرې وکړه ډیر زیات مننه هموطنای عزیز شما دیدین کې با راننده ها صحبت های داشتیم و نظریات هموطنای ما را با خود داشتیم با انجینر صاحبا با کارمنده با همه گینا صحبت های داشتیم وطندارای عزیز جهان سپاس که تایید مبرره ما را همراهی کردین و از این پروژه شما هم دیدن کردین و ما هم از این پروژه دیدن کردین که تایی که به شما گزارش تهیه کنیم و از این ساحه معلومات کامل را به شما تقدیم کنیم. وطنداره عزیز، این ساحه دارلمان بود
یک ساحه تاریخی، یک ساحه بسیار مهم، یک ساحه بود که برای مردم افغانستان بسیار مهم بود. هموطنان عزیز، تشکر از این که تا این برنامه ما را همراهی کردین، جهان سپاس و همچنان تشکری بسیار زیاد شما که همیشه نظریاتان را با ما شریک میکنین در کمنت. هر نوع نظریاتی که شما داشته باشین ما لبیک به شما هستیم و جاهایی که شما میخواین که ما با شما برنامه بسازیم میتونین در کمنت بر ما بنویسید. و تشکر از این که همیشه همراه ما همکاری کردین همراه ما و جهان سپاس. این بود برنامه امروز ما که به شما تقدیم کردید. تا برنامه بعد، ما و جمعی از همکارانم که همیشه کوشش و تلاش میکنن که برنامه خوب به شما تقدیم کنن، در خدمت شما قرار میگیریم. به الله پاک بی‌نیاز میسپارمتان. الله یار و نگهدارتان باشد.